وزارت خزانه داری آمریکا یکی از دلایلی که این نگرانی ها پیش اومد، این صحبت ها از بی‌اعتمادی دوباره، این هست که چرا آمریکا که خودش تلاش میکرد کنگره رو مجاب بکنه که تحریم های جدید وضع نشه، چرا وزارت خزانه داری در این بین اومد و این تحریم های جدید رو اعلام کرد؟ آیا واقعا این بازی داخلی است برای اینکه کنگره رو مجاب بکنه دولت آقای اوباما که ما تحریم ها رو داریم دنبال میکنیم، پیامی است برای ایران، میخوان ایران رو در واقع به آزمون بگذارن؟ برداشت شما چه است؟ بخش دوم سوال شما رو آقای قاپور اول اون چیزی که به نظر میرسه جواب بدم. من فکر کنم همونطور که آقای دکتر میلانی اشاره کردن، این تحریم‌ها تحریم‌های جدید نیست، اینها ادامه بسته تحریم‌های قدیمی است که اجرا میشه و من فکر کنم نگرانی‌های کنگره عمیق‌تر و جدی‌تر از اون هست که با این برقراری تحریم‌های قدیمی کنگره ساکت بنشینه و نگرانیشو از دست بده. ولی در ارتباط با سفر، ولی برعکس اینکه بخشی از این نگرانی‌هایی که در خود کنگره مطرح شده بود در جلساتی که آقای کری و خانم شرمن رفته بودن، این بود که چرا تحریم‌هایی که فعلا هست، همین تحریم موجود هم درست به عمل و به اجرا گذاشته نمیشه، که حالا آیا این بخشی از این پاسخ به این نگرانی هاست که در کنگره مطرح شده بود؟ ولی پرسش اصلی اینه که همینطور که گفتید یه امر معمول بوده، یعنی در واقع به طور منطقی یک سری تحریم‌هایی بوده ایران نقض کرده بوده و اینها عمل میشه، میشد که این رو جلوش رو گرفت؟ آیا دولت اوباما اگه می‌خواست میتونست این تحریم‌های خزانه‌داری اتوماتیک عمل نکنه؟ ببینید، دلیل برای این کار وجود نداشت، برای اینکه مبنای اون چه که راجع بهش صحبت شده بود، چون موافقتی که در کار نبوده، این در حقیقت یک برنامه‌ریزی بوده و اون چه که صحبت شده بود، این تحریم‌ها جز اون صحبت‌ها نبوده. بنابراین من فکر می‌کنم که بازم باید گفت که این عمل جدیدی نیست، اتفاق جدیدی نیفتاده، این ادامه همون مطالبی است که قبلاً راجع بهش صحبت شده بوده. حالا راجع به تحریم‌ها شما صحبت کردین که تحریم‌ها انجام میشه یا نه. شما نگاه کنید ببینید که نیروی هوایی جمهوری اسلامی از هواپیمای فانتوم F4 استفاده میکنه، که این هواپیماها بسیار قدیمی هستن، هواپیماهای F14 تامکت هم داره، ولی اینها قدیمی هستن و اینا هنوز پرواز میکنه. البته من نگران سلامت قلبانان شجاع نیروی هوایی هستم، ولی هنوز پرواز میکنن، یعنی بنابراین قطعات از یک جای تهیه میشه. اینطور هم نیست که این تحریمات چنان سفت و سخت و محکم بسته شده. یک سوال خیلی جالب ایجاد میکنه این که اگر شما قطعات هواپیمای F4 فانتوم رو که به زحمت به دست میاد ولی خریداری میشه، از همین جا هم خریداری میشه، چطوره که به تعمیر هواپیماهای مسافری نمیپردازن؟ چطوره که همین پریروز یک هواپیمای مسافری بلافاصله بعد از برخاست مجبور شد که دوباره بشینه؟ و شنیدم جایی یکی از مسافرین نوشته بود که خواهش میکنم پرواز نکنیم، این خطرناکه. خب پس تحریم ها به جا بوده، منتها در بعضی موارد کارساز بوده و بعضی موارد کارساز نبوده. اینه که این صحبتو ولی فکر می‌کنم فرصت رو بزنیم. ولی این تحریم ها همین بحث بر سر اینه که این تحریم ها با هماهنگی از مثلا آیا آمریکا وقتی که می‌خواد چون اقدامی انجام بده مسکو رو در جریان می‌گذاره که ما با همی توافقی کردیم، ولی این تحریمات چون واکنش مسکو واکنش منفی انتقادی بوده. بله، من فکر می‌کنم که ببینید مبادلات اقتصادی قیمت گذاریش از طریق بازار انجام میگیره، یعنی شما وقتی یه بدهی دارین مشخصه این بدهی بابت چی هست و قیمتش چیه. مبادلات سیاسی اینطور نیست، مبادلات سیاسی قیمت گذاریش توسط طرفین انجام میگیره و به بازار ربطی نداره. بنابراین شما اگر دنبال دلیلی برای نارضایتی مسکو از عملکرد آمریکا هستین، این دلیل رو شاید در ارتباط با قیمت گذاری مبادلات سیاسی باید نگاه بکنید. دولت جمهوری اسلامی امروز بدهکار به مسکو، ولی مشخصه. البته این بدهکاری مشروعیتش قابل سواله، به این دلیل که همه اون قولهایی رو که مسکو به تهران داده اجرا نکرده، بنابراین جای سوال داره این بدهی سیاسی. ولی بدهی سیاسی وجود داره و دولت جمهوری اسلامی مجبور هست که این بدهی سیاسی رو از طریق داری‌های اقتصادی و مبادلات اقتصادی باز پرداخت بکنه. خب این خیلی غیر عادلانه است، چون یه بدهی سیاسی یک دولت داره و اینطور که آقای دکتر میلانی گفتن واسه حساب دولت رو از مردم جدا کرد و منم 100% معتقد هستم به این، اونجا اینکه بدهی سیاسی دولت رو از جیب
دارایی ملت داد، این درست نیست. ببینید روسیه 50 تریلیون متر مکعب گاز داره، 75 میلیارد بشکه نفت داره و فروشنده است. اروپا عمده نیاز انرژیش رو از روسیه تامین میکنه. و یک نمونه برای شما و بینندگان محترم بگم، در سال 1992 دولت جمهوری اسلامی و دولت ارمنستان قراردادی میبندند که گاز از ایران به ارمنستان صادر بشه. ظرفیت این خط لوله 2.3 میلیارد متر مکعب در میایم به شما اجازه بدید آقای کیم واسون تموم کنم. در سال بوده روسیه اجازه نمیده این کار انجام بشه. بالاخره بعد از سالها این کار در 7-8 سال پیش انجام میشه و روسیه تعهد میگیره که این گاز رو به گرجستان نمیتونیم بفروشین و در ضمن حجم معاملات هرگز از حجم معاملات گاز روسیه با ارمنستان نمیتواند که تجاوز کند. خب ایران یه صادرکننده گازه و اونجا نشسته و در سال 2012 فقط 488 میلیون متر مکعب گاز، یعنی تقریبا یک چهارم ظرفیت خط لوله صادر شده. این فقط یک نمونه است که ببینید که رفتار این بدهی اقتصادی، بدهی سیاسی که چطور با دارایی های اقتصادی ملت ایران پرداخت میشه، این فقط یک نمونه شه به این صورت است. ترکیه جای دیگه، خب آقای داوودوغلو رفتن به مسکو و یروان که در ارتباط با همه مسائل صحبت بکنن، چون ترکیه هم مسئله خواهد داشت. ترکیه ترکیه رو نگه داره. آقای سفروف مطلب اگه میخواستید بفرمایید میشنویم. آقای کیان صراحتا گفتن که بدهی سیاسیش رو جمهوری اسلامی داره با این انحصاری که به گفته ایشون در حوزه انرژی و اقتصاد هست ایران در واقع میپردازه به مسکو. ببینید جناب آقای میلانی، جناب آقای کیانی، مثلی که چنان که من احساس میکنم نه این قرارداد ژنو رو خوندن نه از واقعات امروزی روابط روسیه و ایران در جریان هستند. اولا اینکه کشور جمهوری اسلامی ایران نه از لحاظ سیاسی نه از جهت اقتصادی به هیچ وجه بدهکار روسیه نیست، این یک. دوم، منطق اصلی توافقات ژنو اینه که در مدت 6 ماه آینده هیچ کشور و هیچ تحریم برای ایران درست نمیشه دیگه، یعنی صحبت تحریم ها در اینجا تمام میشه و در این 6 ماه باید بعضی محدودیت ها را، بعضی کارها را ایران انجام بده. ولی بعد 20 چند روزی از توافقاتی که در ژنو به امضا رسید، امریکا بدون دلیل با بهانه های مختلف تحریم های جدید را پیشنهاد نمود و ثبت رسان و اون را به سمت اجرای کشید و این نشانی اون است که نه احترام و قراردادهای بین المللی داره، نه خواهانی اون است که این توافقات بین ایران و گروه 5 به اضافه 1 عملی بشه. روسیه از این نگران است که قرارداد یا توافقات داخلی، سیاستهای داخلی امریکا میخواد این را بالاتر از قراردادهای بین المللی بگذاره. در سیاست بین المللی این را ایمپلمنتنس میگن و بنابر ببینید، یعنی اجرایی کار. ببینید واقعا روسیه از آن نگران است که امریکا با نظر داشت آن که ارتباط خیلی قوی نظامی با عربستان سعودی و پادشاهی های خلیج فارس داره، خیلی زیر تاثیر لابیگری های اسرائیل هست و اصلا نمیخواد که در موضوع های حل و فصل ایران به نتیجه برسه. و نکته دوم گفتیم که وقتی که این کار انجام شد و به قرارداد اصلی رسیدن، پس یه سوالی دیگه پیش میاد که این سپاه موشکی که زیر موشکی که در اروپا مستقر شده به خاطر چی اونجا درست شده؟ این اولا
کشور امریکا و غرب نمیخواد که حضور دکتر سفروف نظامی خوش را ببینید. این توافق ژنو که صحبت میکنید که هنوز به محل اجرا گذاشته نشده، یعنی اگر که حتی تعهدی بر اون مبنا صورت گرفته که تحریم اضافه نشه، بعد از زمان این اتفاق بیفته که این تحریم به اجرا گذاشته بشه، این توافق هنوز اجرایی نشده. الان مذاکره هست که آقای لاوروف هم خودش گفته بود که اتحادیه اروپا تمام کشورها باید بپذیرن، گفته بودن شاید تا اواخر دسامبر یا شاید اوایل ژانویه، از اون به بعد میشه ارزیابی کرد که کشورها چقدر متعهد هستن به توافق نامه. ولی بحثی که مطرح هست این که اشاره کردید نگرانی هایی در مسکو هست، در روسیه هست نسبت به این توافق. روسیه چه چیزی اصطلاحاً گیرش میاد از این توافق ژنو؟ آیا اشاره کردین که ممکنه نگران این باشه که تحریم ها برداشته بشه از ایران، ایران تبدیل بشه همطور که آقای کیان گفتن به یک رقیبی در صادرات گاز و نفت و بسیاری از حوزه ها؟ چه چیزی روسیه به دست میاره؟ این بحث سپر دفاع موشکی هم که شما میگید، غرب چندان قبول نمی کنیم بحث رو که با توافق ژنو نگرانی ها نسبت به برنامه موشکی ایران و بسیاری از مسائل دیگه مرتفع خواهد شد. این فکر اشتباهه که اگر تحریم از سر ایران برداشته بشه، ایران یک قدرت رقابتی برای روسیه مبدل میگرده و برای روسیه یک مشکل بزرگ ایجاد میشه. واقعا این اشتباهه. روسیه خیلی خیلی علاقمند اون است که هرچی بیشتر هرچی زودتر تحریم از سر ایران برداشته بشه و همکاری های گسترده در موضوعی همکاری های در کیهان، در انرژی، در مسائل نظامی، در مسائل امنیت منطقوی با ایران شروع بشه. الان مثلا همه انتظار اون را بودن که در تهران آقای لاوروف از برداشتن تحریم های یک طرفه از طرف روسیه اعلان خواهد کرد، ولی از لحاظ منطقی اگر به این نگاه بکنیم و روسیه اگر این شرکت های خودش را این تحریم ها را از سر ایران برداره از جانب خودش، پس این شرکت های روسیه، شرکت های بزرگ روسیه مثل شرکت های نفتی و گازی و نظامی زیر لیست سیاه غرب، زیر تحریم های غرب گرفتار میشه و این در سطح جدیدی رقابت و نزاع بین روسیه و غرب و امریکا آورده میشه. بله. روسیه الان نگران است و برای همین نمیتونه و نمیخواهد که این تحریم ها را برداره. لیکن نکته مهمی که اینجا سفروف یه لحظه اجازه بدید، روسیه در موضوع افغانستان یه لحظه اجازه بدید، من میخوام از بحث ایران مهمه. از بحث ایران نمیخوام دور بشیم، برمیگردیم حتما در مورد افغانستان و منطقه صحبت میکنیم. من میخوام بخشی از صحبت های آقای عراقچی رو با هم بشنویم در واکنش به همین تحریم های جدید و رویکرد جدید، و بعد بحث رو با آقای میلانی دنبال میکنیم و آقای کیان برمیگردیم با آقای سفروف در مورد مسائل منطقه و پیامد این توافق ژنو برای ایران در منطقه صحبت خواهیم کرد. صحبت های عباس عراقچی رو معاون وزیر خارجه ایران با هم بشنویم. از این جهت که ما در توافق ژنو پذیرفتیم که در یک فضای مبتنی بر حسن نیت و همکاری این توافق رو به جلو ببریم، این که هنوز چند روزی از این توافق نگذشته، ما اول در اروپایی شاهد بودیم، البته حالا اروپایی ها گفتن که از قبل تصمیمش گرفته شده بود و توجیهاتی آوردن، ولی الان این داره مجدد توسط آمریکایی ها تکرار میشه. ما به شدت انتقاد داریم نسبت به این حرکت، فکر میکنیم اصلا با حسن نیتی که برای یک توافق دو جانبه لازم هست سازگاری نداره. ما در طی روزهایی که بعد از توافق ژنو تا الان بودیم، یک نوع میتونم عرض بکنم که سردرگمی رو در مقامات آمریکایی مواجه هستیم. از یک طرف در مدعی هستن که در کنگره به دنبال جلوگیری از وضع تحریم های جدید هستن، از اون طرف با حرکاتی از این قبیل تحریم هایی رو، شرکت هایی رو به لیست تحریم ها اضافه میکنن. از یک طرف میگن که غنی سازی ایران رو پذیرفتیم، از یک طرف عبارات دیگه ای و حرف های دیگه ای میزنن. فکر میکنم که هم آمریکا و هم کشورهای اروپایی و مجموعه 5 به اضافه 1 باید تصمیم خودش رو به صورت جدی بگیره. اگر خواهان پیشرفت یک مذاکرات جدی و رسیدن به یک راه حل جامع با ایران هست، باید الزامات مربوط به یک توافق رو رعایت بکنه. آقای دکتر میلانی بشنویم واکنش شما رو. آقای سفروف هم گفتن که آمریکا احترام معاهدات و توافقهای بین المللی رو نداره. آقای عراقچی هم که میگن آمریکا سردرگم هست و
ارشیک واکنش های منفی رو به دنبال داشته. در این حال هم طور که خودتون پیشتر گفتید، آقای ظریف بعد از این اومد گفت که ما کماکان به مذاکره ادامه خواهیم داد. ایشون تماس تلفنی با آقای جان کری داشت زمانی که وزیر خارجه آمریکا در راه ویتنام بود، در هواپیما ظاهرا با آقای محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران باز تلفنی دو جانبه صحبت کردن. والا آقای دکتر سفروف ادعا کردن که من متن توافق رو نخوندم. از طرف خودم میتونم بگم که این ادعای ایشون متاسفانه درست نیست. فکر میکنم ایشون شاید مطالبی که در ایران چاپ شده در چند هفته اخیر نخوندن، برای اینکه اصولا دولت ایران ادعا کرده که این توافق نیست اصلا. این یه یادداشت تفاهمه، یادداشتی است برای اجرای قدم‌های لازم برای رسیدن به توافق. ایشون حتما اگر مطالب ایران رو دنبال میکردن و مجلس ایران رو هم مثل دوما دنبال میکردن، میدونستن که در مجلس گفته شده که اگر این توافقه اصلا آقای ظریف یا تیم ایران حق امضای چنین توافقی نداره، توافق طبق قانون اساسی باید از طریق مجلس انجام بشه. به همین خاطر توصیه من به آقای سفروف این است که به جای فرض در مورد اینکه من چی خوندم یا آقای دکتر کیان خوندن، دوباره تعارف کم بکنن یا از ادعا کم بکنن و به مبلغ بیفزان. درسته، دقیقا همونطوری که گفتن، دولت روسیه در فکر منافع خودشه. به همین خاطر اگر آقای لاوروف نگران منافع دراز مدت روسیه و چندین میلیارد مناسباتشون با غرب نبود، میتونستم بگن که ما فکر میکنیم که تمام نگرانی های ما برطرف شده و حاضریم به طور یک طرفه این تحریم ها رو هم از بین ببریم. ولی نکردن، برای اینکه در اگر شرکت روسیه در ایران 2 میلیارد داره قرارداد میبنده، 5 میلیارد داره نفت میبره یا از گاز مثلا به ایران فشار میاره، در اروپا چندین 10 میلیارد باید گاز بفروشه، باید در سطح بین المللی چندین 100 میلیارد معامله بکنه و روسیه طبق معمول در فکر معاملات خودشه و ایران رو و منافع ایران رو وسیله‌ای برای تأمین این منافع خودش میدونه. متاسفانه هیئت حاکم ایران این نگاه استراتژیک رو فدای تمام منافع فدای این کرده که هر جوری شده یه متحدی در کوتاه مدت پیدا بکنه که از این 2-3 سال اخیر و بی تدبیری ها و بی کفایتی های چند سال اخیر اونها رو نجات بدن. آقای دکتر میلانی، این نکته که من میخوام